بسم الله الرحمن الرحيم. درس فعلی میخوایم هایپر لینکس بردن کار کنم. هایپر لینکس یعنی ارتباطات. مثل که شما صفحه اینترنت دارین، صفحه گوگل دات کام و یکی از آپشن ها شما انتخاب میکنین تا یک صفحه دیگری براتون باز کنم. مثلا در صفحه تصویری میرین، پس ایمیج انتخاب میکنین و ادامه. در ام اس ورد هم میخوایم یک هایپر لینک بسازیم تا بتونیم دیگر فایل ها را باز کنیم. پس مستقیم در روی هایپر لینکس میم و فایلی که دوست دارین روی دسکتاپ اگر باشه روی داکومنتس باشه فقط انتخاب و اوکی را درج کنیم. میم قبل از اینکه ما این کار را کنم میرم چند فایل اول تشکیل میدم یا سیوش میکنم. فرض مثال یک فایل جور میکنم به نام احمد، مقدار از پرگاف هم نشتر میکنم و سیو و به نام احمد سیوش میکنم. یک فایل دیگه به نام بلال میخوایم بسازم، صفحه نام میکنم کنترل N بلال واسه R&D برای دی دو پرگاف نشتر میکنم سیو و بازم براوز و بازم بنام بلال کنترل N زیا و واسه R&D و برای این همه میخوایم که فرض بسن سیو پرگاف باشه کنترل S و بازم براوز و بنام زیا سیوش میکنم. خب این سیو فایل ما تشکیل دادم بنام بلال بنام زیا و بنام علی یا بنام احمد. هر یکی رو من کلوز میکنم. خب یک صفحه نو بگیرم و این رو کلوز کنم. حال میخوام دیگه لینک داشته باشم. فرض مثلا میگیم که لیست آف دی سیویز. فرض کنید که در بین ده نفر سی نفر کامیاب شده و حال شما میخواین که به اصل فایلش ارتباط بدین تا سیویش رو بخونین یا معلومات مزیدش رو بخونین. در insert میرم در قسمت هایپر لینکس و فایلی که ما شما سیو کرده بودیم موقع چه باید ببینین در کجا سیوش کردین، روی سی دروم هست، روی فلاش هست، روی دسکتاپ هست، موقع چه پیدا کنین و انتخابش کنین. چون ما شما اون در مای داکومنت سیو کردیم پس مستقیما فایل انتخاب میکنیم و اوکی را درج میکنیم. یا میتونه که بجز که نامش دور به دراز بیه میخواییم که کوتاه‌تر باشه پس در تکست و دسپلی نشان میگنم زیا و اوکی را درج میکنم. یک مورد دیگر هم متوجه میشه وقتی کرسر میگذارم موقعیت فایل نشان میده که درایو سی است، در کدام فولدر است و بالاخره اسم فایل چی است. میخوایم با جای زی یک معلوماتی یا یک مسیج معلوماتی براتون نشان شه پس در سکرین تیپ میرم نشان میگنم کلیک تو اوپن زیا حمدیز زیا فایل یا زیا سی وی information بال اوکی رو درش میکنم. خیلی خوب وقتی کرسر رو بگذارم همان تیپی که ما شما در سکرین سکرین تیپ نشته کرده بودیم حال ما ظاهر میشه یا معلومات دیده میشه. در قسمت هایپر لینکس دوباره میم و این بار احمد انتخاب نامش کوتاه‌تر میخواین یا برعکس اینجا احمد نشته کنین یا میشه احمد کرسر رو دینجا بگذارین به هندس هایپر لینکس نامش احمد خواهد بود فایلم احمد اوکی بلال نشتم میکنم. میخوایم ارتباط با فایل بلالی باید باشه پس بلال انتخاب واکر درش میکنم. حال میخوایم هر سه فایل باز کنیم. کافی است که کنترل نگه دارم و اثر فایل کلیک کنم. میخوای باز کنی یس ما میخوایم باز کنم. فایل زیاد باز شده اینجا. میخوام از احمد باز کنم کنترل کلیک بله احمد میخوایم باز کنن یس میخوایم باز کنم و ادامه. هر فایلی که شما لینک داده باشین میتونن اون فایل بیارین و استفاده کنن. سوال اینجاست که آیا فقط فایل MS Word میشه دیگه فایل های دیگر نمیشه؟ پس هر آن چیزی که در کامپیوترتان است همشه بی فایل همشه بی پروگرام ها شارکت ها و آهنگ و تصویر و هر چی که وجود داره میتونه که هایپر لینک باشن بتن. مثلا این بار در دوستاب خود میرم یک فایل استفاده میکنم فرد بسال یک تنه سافیر از بنامه Ultra ISO میخوایم بازش کنم اسمش Ultra ISO خواهد بود و در بالای سکرین تپش نشتر بگیرم فرض مثلا click to make some ISO image files for CD and DVD خیلی خوب یک معلومات نشتر کردم اوکی ران میخوام اون پروگرام باز کنم کنترل کلیک ماوس میخوایم باز کنم yes. چون اپلیکیشن است و اپلیکیشن جداگانه باید کار شد به خود پنجره دوم آمد و این پروگرام Ultra ISO باز شد. خب اگر کدام پروگرام دلخواه دوست داشتین که هایپر لینک باشه بدن فقط آدرس شب پیدا کنین و برشون لینک بدن.
خود سن کسی که ویندوز یاد دارید یعنی انستالشن کردن میفهمین که هر پروگرام شما در سی درایو در پروگرام فایلز است برین پروگرام تانه پیدا کنن و سپس میتونین بعد از اینکه پروگرام تانه پیدا کنن از طریق خود ام اس ورد به شکل یک لینک آورده و استفاده کنن رسس بیبیلونم آوردم هر پروگرام دیگرش فقط آلسش پیدا کنن بخیر